تو این ویدیو روز اول مهر با هم میزنیم بیرون و حال و هوای بچه ها رو میبینیم که چقدر هیجان دارن واسه روز اول مهر. از اون برم 2 روز مونده به مهر رو میریم داخل بازار ببینیم چه خبره تو بازار، جنس ها چجوری، هزینه، قیمت ها، همه چیز رو بررسی میکنیم، از ریز و درشت خرید گرفته تا بازار با اون شلوغی و نیازهای اولیه بچه ها و دستفروش ها، هر چیزی که شما فکرش کنید با هم میبینیم. با من همراه بشید ببینیم چی میبینیم، چی پیش میاد. درود فراوان خدمت شما عزیزان دل. دیگه رسیدیم به اول مهر دیگه، امروز روز پنجشنبه است. میبینید که چقدر بازار بزرگ تهران شلوغه. همیشه از قدیم یکی از جایی که خیلی میومدن بازار بزرگ سمت پله نوروزخانه که یه جورایی بورس لوازم تحریر و کتاب و اینجور چیزاست. حالا گذشته از اینا، قبل اینکه من کلی اطلاعات بدم بهتون در مورد هزینه و حسال و از این برم، حتما واسه روز شنبه ویدیو تهیه میکنم و داغ داغ اضافه میکنم به این ویدیو که شما عزیزان ببینید چه خبره تو تهران تو روز اول مهر و اون حس و حال قشنگش رو بهتر درک کنید. بالاخره همتون یه روزی اینجا درس خوندید دیگه، مخصوصا از اینکه که ایران زندگی کردن. الان دقیقا سیستم آموزشیمون برگشته به سال همون 1346 که 6 سال ابتدایی 6 سال متوسطه، فقط با این فرق که دوره متوسطمون در حال حاضر 3 سال متوسطه اول 3 سال متوسطه دومه. حالا نظام قدیم و نظام جدید هم داشتیم که حالا سالی واحدی، ترمی واحدی، اینا همه گذشته دیگه. در حال حاضر به همین سیستمی که الان گفتم هستیم. یه چیز جالب اینه که الان میگن، خود مسئولین میگن که واسه هر دانش آموز دولتی ما 20 میلیون تومان در سال هزینه میکنیم. ما حدوداً 15.5 میلیون تا 16 میلیون دانش آموز داریم توی این 12 سال تحصیلی که 1.5 میلیون تا 2 میلیونش تو مدارس غیر انتفاعی تحصیل میکنن، که حالا من کاری به هزینه‌هاش ندارم، ما بیشتر در مورد کسایی که تو مدارس دولتی تحصیل میکنن میخوام صحبت کنم. از هزینه کتاب و دفتر و همه چیزی که جانبیشه با هم دیگه حساب میکنیم، حتی روپوش و اون مانتوی که برای دختر خانوما هست و هر چیزی که فکرشو کنید. حالا میگم واسه هر دانش آموزی 20 میلیون هزینه میشه در هر سال. حالا حساب کنید این همه زحمت کشیده میشه و آخر سر این دانش آموز وقتی ازشون نخبه‌ای به وجود میاد، اون نخبه از کشور خارج میشه و یه جورایی اون سرمایه، میدونی سرمایه ملی فقط اون پوله نیست، اون هزینه زمانی که 12 سال طول کشیده این به قول خودم بچه نوجوان شده، جوان شده، به یه جایی رسیده که ثمرشه، ولی به خاطر خیلی از مسائل نمیتونه بمونه و یه جورایی مهاجرت تحصیلی میکنه. حالا بگذاریم دیگه، رسیدیم میبینید دیگه چقدر جمعیت اومده برای خرید، چون یکی از جایی که قیمت مناسب تر میشه وسایل حالا دفتر و کیف و جلد و هر چیزی که حالا پاکون خودکار، هر چیزی که واسه یه دانش آموز لازمه پیدا کرد تو خود بازار دیگه قیمتاش مناسب تره. حتی من دستفروش هم قیمتاش رو بهتون میگم. الان هزینه حالا کتابای دولتی که خود دولت میده به صورت چی برای ابتدایی از 47 تومن تا 69 هزار تومنه، دوره متوسطه اول از 100 هزار تومن تا 116 هزار تومنه، دوره متوسطه دوم که شما انتخاب رشته میکنید از 102 هزار تومن هست تا 140 هزار تومن. این قیمت هایی که حالا برای کتب خود درسی در نظر گرفته شده. حالا اینکه شما اگه به هر دلیلی این کتاب ها رو گم کنید، مجبور برید از انقلاب جایی که به صورت آزاد میفروشه هر کدومش دیگه دونه 40 هزار تومان 50 هزار تومانه، ولی خب همه اون 15 میلیون دانش آموز به صورت ثبت نامی این کتابا رو دریافت میکنن. حالا ما بخوایم بریم هزینه حالا یک دوره متوسطه رو در نظر بگیریم برای دانش آموز، مثلا تقریبا 10 تا کتاب داره، 10 تا دفتر میخواد، حداقل 100 برگ، حالا جلد سخت و سفت و نرم و اینجور چیزا داریم، که هزینه هر دفتری تقریبا بین 50 تا 100 هزار تومانه، بستگی به نوع جنسش داره که چقدر مثلا کاغذش مرغوب باشه یا جلدش خوب باشه. یه چیزی هولوش مینیمم ماکسیمم تقریبا 700 هزار تومان فقط پول دفتراش میشه. پول جلد کتابه که اکثرا ما ایرانی عادت داریم که کتابای درسیمون جلد کنیم که تمیز بمونه. من خودم حالا تو این ویدیو بهتون نشون میدم دفتر کلاس اول ابتداییمون هنوز دارم، واقعا یه چیز نوستالژیکه دیگه، برای آدم یه حس خوبی رو القا میکنه. با هزینه
خودکار و هر چیزی که شما حساب کنید تقریبا یه هزینه کلی براتون بین 1.5 تا 2 میلیون فقط خودکار و دفتر و کتاب و اینجور چیزا به وجود میاد. خودتون میدونید اینقدر جمعیت زیاده، واقعا راه رفتن تو این جمعیت برای من خیلی سخت. داشتم بهتون میگفتم تقریبا 2 تا 2.5 میلیون هزینه دفتر و کتاب و خودکار و پاکن و مداد نوچی و همه این چیزا، مداد رنگی و هر چیزی که شما فکر کنید، هزینهش واقعا تغییر کرده. اینجوری نیستش که مثل قدیم شما با هر چیزی، با هر مبلغ ناچیزی به شما تهیه کرد. میمونه چیزای درشت‌تر مثل مثلا روپوش، مثل کیف، مثل کف. حالا کفش زیاد آدم میگه خیلی نمیخرم، ولی کیف اصولا هر 2 سال 3 سال 1 سال میخرم مثل بچه ها، که اونم از دیگه ارزونترین کیفی که خیلی، یعنی جنسش خیلی مناسب نیست، دیگه از 300,000 تومن شروع میشه و یه کیف مناسب یا متوسط تا 800 تا 1 میلیون تومن. یعنی شما باید یه هزینه 500,000 تومانی در نظر بگید برای کیف. از اون برم حالا دیگه بیاد این بر حساب بکنیم که روپوش مدرسه واسه هر دورهی مخصوص خودشو داره و هر سالم بعد تهیه کرد، اونم تقریبا 500,000 تومان هزینه داره. یعنی دانش آموز بدون هیچ چیزی اول ماه تقریبا بعد 3 میلیون تومان هزینه کنه فقط واسه نیازه اولیه که باید داشته باشه دیگه، به عنوان یه دانش آموز میخواد بره سر کلاس و اون سال تحصیلیشو آغاز کنه. این دفترها میبینید تو پیش دست فروش، خب مثلا من ارزون تره اینا الان 50 تومن. من حتی قیمت عمده این دفترها رو براتون درآوردم که خودتون ببینید دقیقاً با چه هزینه برای حتی این دست فروش ها میفته، یعنی بخواید عمده خرید کنید چقدر سود میگیرن، چجوری. همین نسبت رو تو همه چیز باید گسترش بدید. حالا در کل یه هزینه بین 3 تا 3.5 میلیون برای هر دانشون بستگی به کیفیتی که حالا جنس رو تهیه میکنه اول مهر هزینه داره. داشتم بهتون میگفتم در مورد این سرانه دانش آموزی تو ایران تقریبا 350 دلاره. یعنی بخوایم مقایسه کنیم با سرانه دانش آموزی مثلا مثل ژاپن که 16,000 دلار برای هر دانش آموزه، امریکا 12,000 دلاره، سوئد 11,000 دلاره، فرانسه 10,000 دلاره، کره جنوبی 7,000 دلاره، ترکیه 1,800 دلاره. یعنی میانگین سرانه دانش آموزی دنیا تقریبا 9,000 دلاره، یعنی حدودا 30 برابر سرانه دانش آموزی ایران به حساب میاد. خب مسلما کیفیت آموزش خیلی چیزا تغییر میکنه. از اون برم یه چیز جالب بهتون بگم، مثلا یه کشوری مثل سوئد کلا 10 میلیون جمعیت بیشتر نداره و بودجه امسال برای آموزش پرورش 242 هزار میلیارد تومنه که چیزی حدود 5 میلیارد دلار میشه. با این حال که سوئد 10 میلیون جمعیت داره، ما فقط دانش آموزامون 15-16 میلیون جمعیتشونه، یعنی بیشتر از جمعیت سوئد ما دانش آموز داریم، ولی بودجه آموزش پرورشمون تقریبا هم قیمت هم اندازه سوئده. واقعا این چیز ضعف دیگه، بالاخره تو سیستم آموزش ما کلی تأثیر میذاره. خب دیگه با هم بریم ببینیم روز شنبه چه اتفاقی میافته. با من همراه باشی تا روز شنبه. اینم دفتر کلاس اول ابتدایی منه. حالا این 20 خوشگل اولش نبینید، کلی نمره کم هم گرفتم، غلط املایی یا کلی جمله نوشته، بالا نوشته موقع دیکته صحبت نکن، یادش بخیر، چقدر زود میگذره. نه همه میمونه به یادگار. بله دیگه روز اول مهر این ویدیو رو داغ داغ دارم براتون میگیرم. ببینید خیلی از پدر مادرها خب الان جشن اولین روز مدرسه برای کلاس اولیا هست، دوره ابتدایی این ولی دونه در دبستان پسرانه بودون و دخترانه. میبینید چه ترافیکی هست تو محله‌ای که همیشه خلوته تو روزهای اول مهر. حالا تو کلا مدرسه مخصوصا قسمت ابتدایی همیشه ترافیک میشه، چون خیلی از دانش آموزا رو خب والدین میارن. بعد الان با این حال که بین التعطیلینه خب خیلی از
گروه های دیگه مثلا متوسط ها اکثرا نمیرن مدرسه تو روز اول می، یه تعداد کمتری محدودتری می، اولین پایه ها اغلب اوقات روز اول مهر میرم تو مدرسه، مثل این پایه ابتدایی که الان دارید میرم. من زیاد جلو نمیرم که زیاد مزاحم عزیزان نباشم، جا میدید دبستان دختران هست با هم دیگه میریم چند تا و هم دبیرستان دوره متوسطه سر میزنیم هم دوره متوسطه دوم. بعضی معضلاتی که ممکن اتفاق بیفته، این چه ترافیکیه دیگه، واقعا الان شیرینی خاص خودشو داره، یعنی هر طرف که میری اون حس حال مردم که دارن جنب و جوششون واسه اینکه بچه هاشون عزیزهای دلشون رو بفرستن مدرسه یه جورایی حالا تحصیل کنن روش کنن و یه ثمره‌ای برسن رو میتونیم احساس کنیم. خیلی از اینا عزیزان مخبای آینده کشورن، خیلی هاشون آینده کشور رو تعیین میکنن، یه جورایی آینده سازن، ولی به شرط اینکه ازشون به بهترین شکل استفاده شه، یعنی یه جورایی فراری نشن از این خاک و از این سرزمین. میبینید دیگه والدین همیشه نگران، شما هر کاری بکنید والدین عزیز همیشه چشم انتظارن، شاید کل ساعت و مخصوصا روزهای اول هفته اول پشت در وای میستن که بالاخره فرزندانشون کوچیکن دیگه، میبرن میارن. من یه چیزی بابت مدرسه یادم رفت بهتون بگم، بعضی از اینا خب سرویس مدرسه هم استفاده میکنن، الان کمترین هزینه یه سرویس مدرسه سالیانه از 5,400,000 تا 21,000,000 تومان هست، حالا بستگی به جاش و مکانش و اینجور چیزا داره، زیاد استفاده میکنم. من همش سعی میکنم دور باشم که زیاد حالا چهره ها زیاد مشخص نشه، چون بالاخره یه قشر بچه ها هستم توی این ویدیو دیگه. میگم همه حسابا یه دبستان پسرونه دیگه است توی یه نقطه دیگه، همه اینا دلگرمی های آدمه، یعنی وقتی که این صحنه رو میبینی آدم لذت میبره، چه با شور و شوق. من یاد دبستان خودم میفتم، الان میخوام کتاب اول ابتداییمو بهتون نشون بدم که ببینید واقعا چقدر با لذت، چقدر اون موقع شیرین بود، همه دوره شیرین ها. به من یه 20 میدادن، من نگران 20 بعدی بودم همینجور. حالا میگم همیشه ما رو با نمره سنجیدن، حالا اینکه درسته یا غلطه کاری ندارم، ولی حسال قشنگی بود زمانی که درس میخوندم، حالا با همون تنبیهایی که الان ناظم های موقع داشتم. بالاخره یه دوره گذشته از این قضیه دیگه، تقریبا 28-9 سال از این درس خوندن ما روز اول ابتدایی من گذشته. میدونید همیشه یاد جمله معلمم میفتم که روز اول ابتدایی گفت یه چشم به هم زدن درستون تموم شده، دانشگاهتون تموم شده، دارید زندگیتون رو میگذرونید و یه زندگی جدید شروع میکنید. اون موقع شاید خیلی مسخره میگرفتیم، اون چشممون رو میبستیم و باز میکردیم، ولی الان که میبینم واقعا مثل برق و باد این عمر گذر میکنه. واقعا حیفه بجد عزیزان دانش آموزان، البته این موضوع تو همه جا هست، حالا دخانیات مصرف میکنن یا هر چیز، این مشکل مخصوص ایران نیست، کل نوجوانای دنیا رو گرفته. واقعا من هیچ راهکاری ندارم جز اینکه فقط به تربیت خانواده برمیگرده. این سیستم از تو صف بودن و این والدین نگران رو میبینید دیگه، همیشه این شکلی بوده. یعنی من تا اونجا که یادم روز اول مهر همیشه مخصوصا واسه دورهای ابتدایی و کسایی که تازه مدرسه رو شروع میکنن به این شکل شمایل همه نگران بودن. حالا الان صفا مثل قدیم نیست، نظامشون رو رعایت کنن و خیلی پشت سر هم باشن، تذکرهای زیاد. بالاخره بچه های نسل جدید و بازیگوش و پر انرژی و حالا پر از اطلاعات جدیدن دیگه، یعنی هر کدوم میبینون نسلایی که حالا دهه 80 دهه 90 هر کدوم برای خودشون کلی انرژی خاص دارن. برگشتیم دوباره تو خود بازار، میبینید اینقدر که جمعیت زیاده، خودتون دارید میبینید هر کسی با اون جونی که داره تو اینجا داره میگذره، حالا برای بچهش بسه عزیزش داره لوازم تحریر و کتاب و کیف و هر چیزی که شما فکر کنید میخره. یه ذره با این حس و حال اینجا بیشتر ارتباط برقرار کنیم. میبینید دیگه چقدر برچسب، بچه ها که همه چی دلشون میخواد، یعنی اینجوری نیستش که فقط دفتر و کیف و کفش باشه. بعضی موقع خود من حس میکنم مادر پدره بیشتر شوق اشتیاق دارن که خرید میکنن تا خود بچه ها. همیشه اون شوق اشتیاق میشه تو چهره پدر مادر رو دید.
همه با دقت میگردن ببینن کجا ارزون تره، کجا شیک تره، کدوم بهتره، جنس ها رو مقایسه میکنن، کاغذش و جلدش و واقعا یاد خودم میافتم، یاد دورانی که خودم هم میخواستم خرید کنم. یه چیزی بهتون بگم، من تو دوره دبیرستان خیلی عاشق اینم که وسایلامو نگه دارم، همونجوری که دفتر رو بهتون نشون دادم، من یک کیف داشتم تو کل دوره دبیرستان ازش استفاده میکردم. من تا چیزی که واقعا خراب نمیشد واقعا تعویض نمیکردم، جوری نبودم که همیشه نو کنم، خصلت شخصی من بود. فکر میکنم خیلی هم اینجوری بودن، شاید هم نبودن، خیلی هم دوست داشتن هر سال عوض کنن یا چیز نو داشته باشن. ولی میبینید دیگه چقدر شلوغه، چقدر حس خوب میده. من خودم به خاطر شما عزیزان که اومدم اصلا روحیم عوض شد نسبت به روز قبلی که داشتم. با این همه عزیزانی که اومدم، با این حس حال بوی مهر، بوی مدرسه، جامعه دادی ها رو میبینید دیگران، جامعه دادی از 30 تومن شروع میشه تا 100,000 تومن، یا همه این یا علمه وسایل ریز و درشته که اگه بخوای حساب کنیم بهتون گفتم تقریبا بین 2.5 تا 3.5 میلیون بسته به اون که شما چه کیفیت رو انتخاب کنی هزینه شما میشه. همونجا باشه، عملا جای نفس کشیدن نیست. الان اینجا یه جا رو پیدا کردم عمده میفروشه، گفتم بهتون نشون بدم، کارتونی میفروشه، یعنی تو هر کارتون 100 تا دفتره. قیمت ها رو اگه نگاه کنی، دفتر 100 بر جلد سختش رو دونه 35,000 تومن میفته، در صورتی که بیرون زیر 70-80,000 تومن، 100,000 تومن، 120,000 تومن نیست. یعنی ولی خب از 100 تا دونه بخرید تا این قیمت بیفته. خب نه اینکه اومدم برای خرید برای بچه که 100 تا دفتر نمیخوام، میگم یعنی عمده فروش ها حالا اونایی که میخرن یه ذره سودشون زیاده دیگه، حالا دست فروش ها به نسبت چون اجاره نمیدن خب قیمت هاشون کمتره. این قسمت هم که دارم بهتون نشون میدم عموما عمده فروشن، حالا چون 2 روز مونده به مهر یه تعدادشون حالا تک فروشی هم دارن میفروشن و حالا یه جورایی میگن بذار حالا یه پولی هم تو این یکی 2 روز چون مشتری زیاده در بیارن. الان دقیقا روبرو کاغذ آچار میفروشه، بسته 180 تومن، اگه 100 بسته بخواید بخرید در میاد 145,000 تومن. اگه حساب بکنید ببینید که چقدر نیاز اون دانش آموز بیشتر از یه بسته، از یه بسته به نظرم برسه دانش آموز زیاد. امیدوارم تونسته باشم اون حس حال اول مهر رو بهتون منتقل کرده باشم با اون هزینه های ریز و درش. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. تا ویدیو بعدی پر انرژی، بدرود.